بسم الله الرحمن الرحيم. مع السلامة أجمعين. روز شما بخير. به ادامه درس گذشته که در مورد زمان گذشته ساده بود، یعنی simple past tense، درس خود را ادامه بده. در این درس خصوصا میپردازیم به قوانین علاوه کردن دی یا ای دی با آخر فعل و همچنین خود شما تلفظ دی یا ای دی مورد بررسی قرار میده. در آغاز وقتی که ما مایم دی یا ای دی با آخر فعل اضافه کنیم، اول باید بفهمیم که آیا این فعل با قاعده هست یا نیست. به او درس گذاشته خدمت شما عرض کردم که پیش شرط دانستن دی یا ای دی اضافه کردن اینه که ما علم داشته باشیم به این که فعلمو با قاعده یا بی قاعده. من این سفر از او درس گذاشته آوردم فقط برای از این که یک یادآوری بشه برای شما. از اینجا مثلا ما فعل رگولر داریم یعنی با قاعده و فعل رگولر داریم یعنی بی قاعده. رگولر همونطور که اطلاع داریم وقتی که به گذشته تبدیل کنیم گذشته رو دی یا ای دی میگیره، مثل loved با آخری و دی اضافه شد به گذشته تبدیل شد، یا مثلا hoped باز دی اضافه شد. مثال دیگه مثلا worked اینجی باز ای دی اضافه شد. و مثال دیگه هم laughed گذشته و باز ای دی گرفت. اینا همه با قاعده. فعلای بی قاعده هم گفتیم که تعداد اینا زیاد نیه، تعداد اینا بسیار کمه، ما میتونیم اونا حفظ کنیم. البته چاره از حفظ اینا نیه دیگه، چون که صورت دوم اینا قاعده من نیه و تغییر میکنه و عوض میشه. مثلا sit میشد sat یا stand میشد stood یا lie که غلطیدن یا دراز کشیدن معنی میداد lay میشد و همچنین no که گذشته یا new میشد. همچنین ذکر کردیم گفتیم که اکثریت مطلق فعلای زبان انگلیسی با قاعده هست، یعنی فعلایی که به دست چپ صفحه آله مشاهده میکنه. و من دوست دارم آله به بحث بگیرم که قوانین دی یا ای دی بستن و قوانین تلفظ دی یا ای دی با آخر فعل، ببینیم که اینا از چه قواعدی از چه قوانین هنگام دی و ای دی بستن پیروی میکنن. بریم سراغ صفحه بعدی. Rules for adding ed or ed to the verbs، یعنی قوانین علاوه کردن d یا ed به افعال. خب اولی که وقتی ما اضافه میکنیم باید یاد باشه که از دو زاویه اینا بررسی بکنیم، از دو زاویه که بسیار مهم هست. یکی مثلا املاینه، یعنی صورت نوشتاری و صورت کتابت یا که چی رقم به کتابت در میایی، و یکی هم پرونانسیشن یا تلفظی. ما در آغاز بپردازیم به املاین، ببینیم که دی یا ایدی چی رقم علاوه میشه اساسا به آخر فعلای با قاعده. سپلینگ هست. Rules for adding D or ED to the second forms of regular verbs are as follow. قواعد D or ED اضافه کردن به صورت دوم فعل ها قرار زیله. قاعده اول چی دوستا؟ قاعده اول اینه که هر وقتی که فعل به
ای ختم شد، من همونطور که مشاهده میکنم یعنی ای، حرف ای ختم شد، اگر خواستیم به گذشته رو تبدیل کنیم یعنی به صورت دوم رو تبدیل کنیم فقط دی اضافه میکنیم، یعنی ای دی لازم نداره. تمام فعلهایی که به ای ختم میشه خواستیم با گذشته تبدیل کنیم یعنی به صورت دوم اونا تبدیل کنیم برگردانیم، فقط ما دی لازم داریم. یه قاعده اول بود. قاعده دوم برای ما این میگه که هر وقتی که فعل به یک کانسوننت ختم شد، مثلا پی بزینجی پی و ما قبل اون یک حرف واول بود، یا چون باشه یک حرف واول نه بیشتر، هر وقتی که به کانسوننت یا بی صدا ختم شد ما قبل اون یک حرف واول بود، خواستیم اون رو گذشته تبدیل کنیم، باید اون حرف آخر مضاعف بکنیم، یعنی دبل بکنیم، دو برابر بکنیم، مثل استاپ که گذشته شده استاپت، پی دو برابر شده. چرا؟ به خاطر که فعل به یک کانسوننت که پی باشه مثلا ختم شده و ماقبل یا یک حرف و واوله یک حرفه، مثل اینجا ماقبل پی چیه؟ اوه، او از جمله حروف واول هست. قاعده بعدی به ما میگه که اگر به یک حرف کانسوننت ختم شد اما ما قبل بیش از یک حرف واول بود، یعنی دو حرف واول بود، مثلا بزنجی ای ای، هم ای هم ای از حروف واول هستن هر دوتا، و در این صورت هر وقت خواستیم ای دی اضافه کنیم دیگه باید حرف آخر دبل ننویسیم، دو برابر نکنیم. بزنجی یعنی دریم به ام ختم شده اما وقتی که ای دی اضافه کردم بگه ام دو برابر نشده. این قاعده بعدی هست. و قانون بعدی برای ما میگه که هر وقتی که فعل ما به وای ختم شد، وای ختم شد ما قبل یک حرف بی صدا بود، مثلا دی بزنج، خواستم ای دی اضافه کنیم بعد همون وای با آی تبدیل شد، بعدن ای دی اضافه شد، یعنی استدی میشه استدید، وای شده آی و ایدی علاوه شده. قانون بعدی میگه که هر وقتی که با وای ختم شد فعل ما و ما قبلی رو یک حرف واول بود، حرف واول وقتی خواستیم ایدی اضافه کنیم نگه وای با آی تبدیل نمی کنیم، خیلی ساده رو ایدی خور می نویسیم دیگه، وای سر جا خور می مونه و هیچ دستخوش تغییر نمیشه، یعنی به آی تبدیل نمیشه. قانون ششم که یک کم پیچیده اما اگر توجه بکنیم خیلی زود یاد میگیریم. این قانون برای ما میگه که هر وقتی که فعل ما به یک کانسوننت ختم شد، خب توجه داشته باشیم دوستا، قانون ششم و هفتمه که خیلی مهمه اینا. این قانون برای ما میگه که هر وقتی که می فعل به یک کانسوننت ختم شد، مثل تی و ما قبل یک حرف واول بود، یا چون باشه یک حرف واول، مثل آی، خب و شرط سوم اینه که اگر نمو سیلاب آخر فعل فشار نگرفت، سیلاب آخر فشار نگرفت، خواستیم او رو به گذشته تبدیل کنیم باید حرف آخر دبل نکنیم. و دوباره توضیح بدم، علمی فعل ادت چند تا سیلاب داره؟ خیلی ببینیم، دو تا سیلاب داره، ادت. خب الان من بزنجی همین ای و دیر که سیلاب اوله، ای و دیر که سیلاب اوله، من ایر هم با حرف بزرگ نوشتم و همیر بولد کردم و همیر ایتالیک کردم، یعنی کمک کج نویسی کردم، فقط برای از که بفهمیم که انمی سیلاب اول که فشار میگیره به این شکل که ما ایره هم تلفظ میکنم، ایر ادت ادت ادت، یعنی سیلاب دوم که آیتی باشه فشار نمیگیره، فشار اصلی مین استرس انمی سیلاب اول میگیره. به این خاطر ما باید وقتی که ایدی اضافه میکنه حرف آخر رو دقل نکنه.
مثال بگی همین قانون، همین شماره هفت هم همین قانون ششم هیچ فرق نمیکنه. ببینیم که به یک حرف کانسوننت که تی باشه ختم شده، ما قبل یک حرف موله که آی باشه، اما ای چی رقمه؟ طوریه که وقتی که ما ای تلفظ میکنیم فشار اصلی میاریم سر سیلاب اول یا سر بخش اول. ای فیل بینفیت تلفظ میشه. چند سیلاب داره؟ سه سیلاب داره. خیلی ببینیم بینفیت بینفیت. خب در این صورت چون میکنم سیلاب اول هنوز فشار میگیره، یعنی سیلاب آخر نمیگیره، فیت یعنی فیت فشار نمیگیره وقتی که تلفظ میکنیم، اون با شدت و حدت تلفظ نمیکنیم سیلاب آخر، فقط فشار هجای اول که فشار میگیره. به همون خاطر ما باید چیکار نکنیم؟ یعنی حرف آخر دبل ننویسیم. benefited benefited توجه بکنم، یه تلفظ میکنم، سعی کنم تلفظ میکنم، نگاه کنم که کدوم سیلاب من با فشار ادا میکنم، بیان میکنم. benefit benefit benefit. ببینیم که سیلاب اول فشار میگیره، ب یعنی همون فشار میگیره، هجای آخر فشار نمیگیره، هجای وسط هم نمیگیره. به اون خاطر من حرف آخره که تی باشه دیگه دبل نمی نویسم، صرف یا ایده اضافه میکنم. اما ایه دقیق کنیم، ایه هم از جمله فعلایه که به یک کانسوننت ختم بشه مقابل یک حرف واولیه. admit admit. اما به خاطر که هجای دوم فشار گرفته، توجه بکنیم admit admit admit. به همون خاطر وقتی که میر با گذشته تبدیل کنم، باید این حرف آخر دبل بنویسم. admitted admitted. همین قاعده ششم و قاعده هشتم باید این بیشتر باز توجه بکنیم، چون که خیلی مهمه. باز اگر مشکل داشتیم این قاعده ششم و هشتم انشاءالله با صنفای حضوری که پس آغاز شد، شروع شد، اینا دوباره خدمت شما توضیح میدم حتما. خب از بحث املای اسپلنگ صورت دوم افعال فارغ شدیم، حالا میپردازیم به موضوع بعدی. یعنی یه خود شما از زاویه دیگه بررسی میکنیم مثل دی یا ای دیر، روان پرونسشنه یعنی تلفظ. وقتی که من دی یا ای دیر اضافه میکنم و آخر فعل چی رقم رو تلفظ کنم، چه شکل؟ اینجا نوشتم که دی اور ای دی is pronounced as T, ed or D depending on the last sound of the verbs. گفتم که دی یا ای دی یکی از این سه صوته ممکنه داشته باشه، یا مثل ت تلفظ میشه تی ت ت، یا سیلاب اضافه میشه و اد تلفظ میشه، یعنی هم دانس هم تلفظ میشه و هم یک سیلاب بزو علاوه میشه، اد میشه اد، و یا مثل دال تلفظ میشه مثل دی د د. البته تلفظ بستگی داره به چی؟ depending on the last sound of the verbs. بستگی داره به صوت آخر فعل ما و شما. یا شما باشه، باز تکرار میکنم، باز تأکید میکنم که ما در پرونانسیشن به املا یا به اسپلینگ اصلا کار نداریم. ما کار نداریم که فعل ما به چی حرف ختم شده در نوشته. آنچه که ما دنبال نه و محل بحث ما و شما نه و ما اینو توجه بکنیم، فقط صوته، فقط صدا اینه که به چی شکل ای تلفظ میشه. ببینیم دی اور ای دی نوشتم که ت تلفظ میشه. دی اور ای دی is pronounced as ت ت حرف ت in the following cases. در موارد زیر، در چه مورد؟ یک، هر وقتی که
فعل ما به صوت سین ختم شه، مثل مثلا س دبل اس اینجی پاس گذاشته بعد که میکنم ایدی میدون بعد همی ایدی فقط ت تلفظ کنم، یعنی سیلاب هم حتی اضاف نکنم، سیلاب اضاف نکنم. پاس پاست پاس پاست. قانون دوم، هر وقتی که فعل ما با صوت شین ختم بشه باز هم وقتی که ایدی اضاف میکنم ای ایدی به صورت ت تلفظ میشه. واش واشت واش واشت. قانون سوم، قانون سوم اینه که اگر فعل ما با صوت ف ختم شد مثل لف 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 خواستم ایدی اضافه کنم باید ای ایدی مثل ت تلفظ شه. لفت لفت لفت. قانون چهارم، هر وقتی که فعل ما با پ ختم شد با صوت پ با صوت پ هوپ 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 وقتی خواستم دی یا ایدی اضافه کنم باید همه دی یا ایدی آواز تر بده. هوپت هوپت هوپت. قانون پنجم، هر وقتی که به چه هم ختم شد با صوت چه هم فعل ما ختم شد خواستم دی ای دی اضافه کنم بعد او دی ای دی ت تلفظ شه، مثل واچ 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 واچت واچت واچت. قانون بعدی، هر وقتی که فعل ما با صوت که یا با آواز که هم ختم بشه وقتی خواستم دی ای دی اضافه کنم باید چی؟ دی ای دی به شکل ت تلفظ کنم. ورک work worked worked worked. قانون بعدی، به قانونم به ما میگه که هر وقتی که فعل با تی اچ ختم شد، تی اچ یعنی هر وقتی نه با صوت سه نقطه عربی تقریبا ختم شد با سه نقطه عربی، به خاطر نگفتم تی اچ حرف خوب پس گرفتم که تی اچ اگر بگم باز حتما مربوط میشه به املا و من خاطر گفتم صوت سه نقطه. خب هر وقتی که خلاصه با سه نقطه عربی تقریبا ختم شد خواستم دی ای دی اضافه کنم باید حتما همو دی ای دی رو ت تلفظ کنم، سیلاب دیگه اضافه نکنم. mouth 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 mouth. خب یک جنبندی اگر بکنم، یک قوانینه در چی حالات من دی ای دی ت تلفظ میکنم، در این حالات یاد داشته نگاه کنه، هر وقتی که فعلمه به یکی از این اسبات یا صداها ختم بشه سین شین ف پ چ کاف سه نقطه یا س ش در چه حالات ما ایدی یا ایدی به صورت اد تلفظ میکنم، یعنی ضمن یک دال تلفظ میکنم یک سیلابی هم اضافه میکنم، به یک سیلابی هم علاوه میکنم اضافه میکنم. در چه حالات دی یا ایدی is pronounced as ed in the following cases، در موارد ذکر یا موارد زیر. ببینیم مورد اول، روته، هر وقتی که فعلم به صوت ت ختم شد به صوت ت ختم شد مثل روت خواستم دی ای دی اضافه کنم باید حتما همین دی ای دی به صورت اد تلفظ شه، یعنی هم ایدال دال تلفظ شه دی تلفظ شه و هم سیلاب اضافه شه. ببینیم صورت اول فعل فقط یک هجا داره، یک سیلاب داره، روت روت، اما وقتی گذشته میشه تبدیل میشه به دو هجا، rooted rooted rooted. مثال بعدی نگاه کنید، این هم یک فعلی است که آخر رو به چی؟ به صوت ت ختم شه ختم شده. interrogate interrogate چند هجا داره؟ interrogate interrogate چهار هجا سیلاب داره.
وقتی که تی به زی اضافه کردم بگه ای پنج هجا پیدا میکنه. چره؟ با خاطر که به صورت ت ختم شده. توجه بکنید. این ت رو گی تد پنج هجا شد، پنج سیلاب شد، درسته؟ interrogated interrogated interrogated. خب مثال دیگه نگاه کنیم. investigate investigate. این به چی ختم شده؟ این همون صورت ت. وقتی که ایدی یا دی اضافه میکنم بعد حتما یک سیلاب اضافه شه و او دی دال تلفظ شه، یعنی دی تلفظ شه. investigate investigate. این هم چهار هجا داره نه؟ investigate investigate. اما دی که اضافه میکنم پنج هجا پیدا میکنه، ضمن یکی دی پس همون تو دال تلفظ میشه. ببینیم investigated investigated investigated. خب این سمسال بلا خواه همه فقط یک قاعده رو بیان میکن، یک قاعده یعنی فعلی که به تی ختم شه، به تی ختم شه. خب دیگه در چی مواقعی می سیلاب اضافه میکنم و اد تلفظ میکنم؟ هر وقتی که فعلمه به صوت د ختم شد، د یا د. مثلا این چیه؟ اد اد. وقتی که گذشته میکنم چکار باید بکنم؟ added added. توجه کرده؟ یعنی وقتی که صورت سالی اونه باید یک ایجا داره add add. اما وقتی که گذشته میشه دو ایجا پیدا میکنه added added. مثال دیگه تو بکنه load load یک ایجا داره، درسته؟ وقتی که ایدی میگیره loaded loaded loaded. مثال دیگه نگاه کنیم raid raid raid. گذشته که میشه raided raided. دو جا پیدا میکنه، ضمن اینکه دالم دیم ده تلفظ میشه. خب به جنبندی کی مه به حساب سیلاب اضافه میکنم؟ وقتی سیلاب اضافه میکنم و دال دال تلفظ میکنم که فعلمه یا به صوت ت یا به صوت دال ختم بشه. خب pronunciation. خب دی و ای دی رو گفتم که is pronounced as د in all other cases. در تمام موارد دیگه غیر از این دو مورد که قبلا و دو صفحه قبلی توضیح دادم خدمت شما، غیر از دو مورد دیگه به همه جاها دی یا ای دی به صورت دال یا د تلفظ میشه. یعنی نه ت تلفظ میشه ت، نه سیلاب اضافه میشه، نه اد تلفظ میشه و فقط دال تلفظ میشه د. به طور مثال لیو لیو گذشته میشه لیوت لیوت. یا کاز کاز گذشته میشه کازد کازد. مثال سوم راب راب گذشته رابد رابد. مثال چهارم پلی پلی گذشته میشه پلید پلید. مثال پنجم شو شو گذشته میشه شود شود. خب مثال از این بسیار زیاده روی فراوان، و فقط پنج تا نمونه تن خدمت شما عرض کردم. این بود درباره املا یا اسپلینگ و همچنین تلفظ یا پرونانسیشن دی یا ایدی در آخر فعل های با قاعده. تشکر از حوصله مندی شما، خیلی ممنون. موفق و معید باشیم انشالله. به امید دیدار.